با شما هستیم در بخش کتاب و مهمانمون خانم سکینه سادات هستن، شاعر. دعوتشان کردیم در مورد کتابشان هم امروشان صحبت داشته باشیم و در مورد اشعاری که می سرایند. سکینه جان سلام، صبح بخیر، خوش آمدیم. صبح شما هم بخیر. یک صبح خیلی دیگه برای تمام بینندگان تلویزیون طلوع تقدیم میکنم. زیاد خوشحال هستم که امروز در برنامه با شما قرار دارم. بسیار خوش آمدین. همیشه از خداوند براتون خوشی آرزو میکنیم. همیشه زندگیتان پر از خوشی باشه. تشکر زنده. بین کمی از تحصیلاتتان صحبت بکنین. بعد میریم به طرف دنیای از شعر و شاعری و نویسندگی. خوب است؟ بله، حتما. بشه کمی در رابطه با تحصیلاتتان بگین. من از ادبیات پانتون کابل فارغ شدم و فعلا در مکتب عبدالمجید زابولی کار میکنم و در پهلوی ازی که کار میکنم همچنان ترجمه تکس هم انجام میتم. اونا هم در پهلوی ازی هم که شما میبینین شعر و داستان هم هستن که اونا انجام میتم. دانشگاه کابل دانشکده زبان ادبیات انگلیسی خواندین چگونه؟ خب چطور از چه زمان و چگونه علاقمند به نوشتن شدین و چطور که داستان می نویسین؟ من در واقع اولا در اوایل هیچ فکر نمی کردم که شعر از خودم باشه. فکر می کردم شاید کدام شعر از کدام شاعر خواندم در ذهنم میاد. و هیچ وقت همیشه نادیده می گرفتم. یک روزی از روزها استاد ما که واقعا ازش سپاسگزاری می کنم، استاد شندندی بزرگ، در ادبیات انگلیسی پانتون کابل استاد هستن، اینا برای ما گفتن شعر بسازیم. وقتی که شعر ساختیم، من تانستم شعری که اونا گفته بود در مورد راجع به پول بود، من واقعا بسیار خوب سرودم. بعد از او دیگه علاقمندی پیدا کردم که هم باید داستان خود را نوشته کنم و هم در پهلوی از او اشعار خود را بسرایم. بسیار خوب. پس تشویق استاد شما را کشاد به اینجا. دقیقا. و گاه اونا گاه هم دکلمه می کنین. دقیقا. و دوست داریم که از خودتان یک دکلمه بشنویم. درست است. با اجازتون. بفرمایید. گفتمش آمده ای در دل من، شده ای ماه من و قاتل من. زد و لبخند و بگفت ساده ای تو، بنگر جای خود و منزل من. تو کجا و من کجا ای ره گذر، خیلی ساده است تو نیستی قابل من. گفتمش خب خود بگو چاره درد، چه کنم بعد خودت بلبل من. یک دمی با قهقه سویم بدید، با نگاهش زد خنجری در دل من. من نفهمیدم چه شد در ثانیه، تا نگاه کردم نبود آن گل من. ماها گذشت و کس نیامد جای او، این چه صبریست ای دل غافل من. این چه صبریست ای دل غافل من. چقدر زیبا بود. تشکر زنده باشید. چند بیت چند شعر نوشته کرد؟ اکثرا زیاد است، یعنی حسابش نکردم، در کامپیوتر در موبایل، یعنی زیاد شده، پر شده. و اینا رو میخوایم یک روزی کلان جمع آوری کنم و اگر شد یک روزی به چاپ برسان. خب اشعار کی رو بیشتر میخواین؟ علاقه من به اشعار کی هستن؟ مولانا، سعدی، اینا هستن. بله. که اون آقا مجالس ختمانی که میباشه در بین رفقا و دوستای ما، یک دوست ما تب شیری داشته میباشه، باز ازش خواهش میکنیم که یک شیر دکلمه بکنین. که اون آقا در مجالس ختمانی هم شعر دکلمه میکنین برای عزیزایتان؟ بله دقیقا، بخاطر که من در هر جایی که رفتیم دوستان زیاد تقاضا دارن که یک شعر برشان بگویم، شعر که از خودم باشن. بله. و من علاقه دارم و شعرهای خودا بخوانم نسبت به شعرهای شاعرهای دیگه. بله. و ای هم واقعا خوشحال هستم وقتی که میخوانم در بین اونا و اونا علاقمندی نشان میتن. خب سکینه جان، در مورد کتابی که داستانی که می نویسین، پیراهن کهنه، بر ما بگو. پیراهن کهنه یک داستانی هست از دختر مهاجر و یتیمی که در پاکستان قرار داره. این داستان در بین سه کشور هست، پاکستان، افغانستان و هندوستان. دختر یتیمی که مثلا در پاکستان هستن با مشکلات زیاد روبرو هستن که بعدنها سبب این میشه که یک عسکر هندوستانی که در قید پلیس در زندان‌های پاکستان هستن، سبب از این میشه که اینا برن هندوستان و زندگی خود اونجا به سر ببرن. داستانی شکل یک رمان هستن که وقتی که در دسترس علاقمندان از این قرار گرفتن اونا رو بخوانن، باز میفهمن داستان چقدر شیرین است. و فعلا یک شکل مجموعی یا کلا روی از بحث میکنیم که بین سه کشور هستن، پاکستان، افغانستان و هندوستان. این داستان زمانی من روی این داستان علاقه پیدا کردم نوشته کنم، بخاطر از اینکه
او وقت پاکستان زیاد فشار وارد میکرد بالای افغانستان و متوجه بودیم که چقدر بمباردمان صورت میگرد. من گفتم من که یک نویسنده هستم و شاعر هستم باید اما قسم که عساکر ما در مقابل یک عملی انجام میده یا مبارزه‌ای که میکنن ما هم یک مبارزه‌ای کنیم و عکس العمل های اونا را چه کنیم بر جامعه نشان بدیم که این قسم یک مشکلات وجود داره و ما چه قسم باید از این مشکلات بیرون شویم. بله پس نسل جوان ما با قلم مبارزه میکنه. دقیقاً. قلم شده اسلحه. دقیقاً. و شیرم شده عزیزت. و با این عزیزت چه درد دل گاو ناگا میکنه؟ خودتون که شاید اکثرا با شاعرای زیادی روبرو شده باشین اما من یک جواب کاملا شاید متفاوت داشته باشم. شاعر از نظر خودم یک آدم خیال پردازی هست که در رویای خود زندگی میکنه و از دنیای حقیقی خود بسیار فاصله داره. چیزی که در رویای خود او میسازد در حقیقت وجود نداره. برای اون زمانی که در رویای خود میره او قصرهایی بر خود میسازد که در حقیقت وجود نداره. برای اون یک شاعر شاید اوج آرامش خود بیشتر پیدا کنه نسبت به دنیای حقیقی خودش. چی میخوایی از خود به یادگار بمانی؟ چیزی که میخوایم بس یک نویسنده بسیار کوچک دقیقا من میخوایم که زمانی یک اثری داشته باشم که برای نسل های آینده به درد بخونه زمانی که او رو میخوانن بفهمن که چه دردهایی بوده در این زمان بلد. یعنی وقتی که آینده ها میه بفهمن که دردهای امروزی چه قسم بوده و ما چگونه با اون مبارزه کردیم. خب سکینه جان در قسمت ویراستاری کتابات کسی هست که کمکت کنن؟ نه خیر من خودم تا الان شروع کردم و به تنهایی خود و آرزو دارم که کسی باشم و من همکاری کنه تا بتونم به بالاهای موفقیت برسم. خب میفهمی هیچ کس به تنهایی خود کاری کردن نمیتونه و ما همیشه دست به دست یک دیگه میتیم تا یک جایی میرسیم. بنابراین هر شاعر و یا هر کسی دیگه که باشه به کمک های دیگه هم به تنهایی خود نیازمند است. بله پانه صداد چه نوع کتاب ها چه نوع رمان ها رو بیشتر میخوانید و پیرو کدا مکتب خانه هستین؟ مثلا بعضی هستن بیدل خیلی دوست دارن، بعضی هستن مولانای بزرگ بسیار دوست دارن. 50 ثانیه وقت داریم کوتاه میشه بگید. من زیادتر علاقمند مولانا هستم، شعرهایشان و چیزایی که واقعا واضح کرده در داستانها و در شعرهای خود این را به وضاحت میگن که چقدر اونا بزرگ هستن، چقدر اونا میتونن که تمام دردها را در یک شعر خود بیان کنن و من واقعا علاقمند اونا هستم. خیلی هم سپاسگزار هستیم از حضورتان. ما هم براتان بزرگی آرزو داریم. تشکر. و آرزوی موفقیت براتان داریم. ما میریم به طرف وقفه و پس از وقفه ما امروز مهمان از شهرداری کابل داریم. بله. میتونین که شما دیدگاه و نظرتان با ما شریک بسازین. ای که شهر زیبا چقدر میتونه بر ما آرامش روحی و روانی ببخشه. هر اون سوالی که دارین ما منتظر سوالاتتان هستیم. وقفه پس از وقفه هم برمیگردیم در ادامه برنامه بامداد.